سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه امروز با یه آموزش خیلی خفن اومدم بچه ها میخوام نصف حلقه روی بافتمون رو بهتون آموزش بدم دوست عزیزم حواستون باشه که این حلقه ها رو شما میتونید توی سایز های مختلف و در واقع طرحهای مختلف از بازار و خرازی ها تهیه بکنید من از یک انبار استفاده میکنم برای نصف این حلقه اولین کاری که باید انجام بدید این هستش که این حلقه ها رو از هم باز بکنید و بعد از اون بچه ها میام در واقع توی یکی از لایه های بافتم این قسمت سر حلقه که باز شده رو در واقع فرو میکنم توی اون کاملا میچرخونم حلقه رو و بعد از اون میام این قسمتی که باز شده رو چه با کمک دستم چه با کمک انبر به هم نزدیک میکنم و سفتش میکنم اینطوری حلقه من دیگه اصلا تکون نمیخوره از توی بافتم چند بار این کار رو تکرار میکنیم تا شما عزیزه دلم خیلی خیلی بهتر متوجه بشید ببینید حلقه رو بازگردم میندازم داخل یکی از لایه های بافتم کاملا میچرخونم این حلقه رو و بعد از اون با کمک انبر و یا دستم میام به هم در واقع نزدیک میکنم سر حلقه رو و میچسبونم بچه ها نصف حلقه یه نکته خیلی مهم داره یه سری از حلقه ها هستن بچه ها که حالت های در واقع بقی... میشه گفت هفت هشتی دارن یه سری های دیگه ساده هستن یه سری های دیگه خیلی کوچیک هستن بچه ها حواستون باشه از حلقه هایی که خیلی کوچیک هستن برای در واقع نصب حلقه روی بافت مشتریتون استفاده نکنید چون که این حلقه هایی که توی سایز کوچیک هستن میچسبن به بافت و اصلا نمای خوبی ندارن و حتی بافت شما هم زشت میکنن به جای اینکه در واقع یک اکسسوری باشه یک دیزاینی باشه حتی بافت شما رو زشت میکنه بچه ها همجا ازتون میخوام که حتما حتما ویدیو رو حمایت بکنید لایک like و کامنت به همون بذارید و حتما کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید که کلی آموزش با کلی تکنیک و نکته همیشه در اختیارتون میزن خب اینجا میخوایم بریم سراغ در واقع آموزش بافت با مروارید احتیاج داریم به درواقع واقع مروارید که توی سایز ها و رنگ های مختلف بازم میگم از بازار و خرازی میتونید تهیه بکنید و احتیاج داریم به یک درواقع واقع نخ سوزن خب نخی که استفاده میکنید میتونه نامرئی باشه میتونه توی رنگ های مختلف باشه مشکی سفید ولی خب بهتون پیشنهاد میکنم از زیده دلم که حتما از نخی که همرنگ موی مشتریتون هست استفاده بکنید برای این باف ببینید من الان میخوام از این در واقع مهره ها و موربایت ها استفاده بکنم مهره هست بیشتر اینا و حالت شیشه رنگ قرمز داره بچه ها خیلی مدل های مختلفی داره این مهره ها خیلی خیلی و بهتر هست که به همین حالت در واقع نخین رو تهیه بکنید براتون به صرف تر هست به نظرم خب میام بافت ستایی ساده میزنم بچه ها من کلی نکته و تکنیک در رابطه با بافت ستایی ساده توی ویدیوهای قبل بهتون آموزش دادم تکنیک دو انگوش گندم بافی همه اینا رو از دلم وقتی که بلد باشید و در کنار هم بذارید یه بافت حرفه ای دارید حالا میخوام اینجا یه چیزی بهتون بگم ببینید از زای دلم اگر شما باف با مرواریت میخواید برای مشتریتون بزنید خیلی خیلی بهتر هستش که از کش چهلگیس برای در واقع انتهای بافت استفاده نکنید چرا که کارتون رو خراب میکنه کارتون خیلی آماتور و غیر میکنه بچه ها انواع فیکس های بافت مو رو فیکس مصری فیکس روسی تمامی این فیکس ها رو توی کانال بهتون آموزش دادم بید حتما ویدیو ها رو ببینید و بهتون پیشنهاد میکنم اصلا با این موها رو نبندید چرا که کارتون رو اصلا خراب میکنه خب من چون که دارم روی موی در واقع کل مانکن این باف رو اجرا میکنم میام از تکنیک پوش استفاده میکنم برای فیکس این بافت و دیگه از کش استفاده نمیکنم یه مورد دیگه بهتون بگم بچه ها قیمت این باف در سالن های زیبایی از 250 تا 350 تومن هست حالا شما اگر بلد باشید که دارید آموزش میبینید به صورت کامل میتونید برای خودتون در واقع این باف رو بزنید اجرا بکنید بدون اینکه بخواید هزینه ای بدون اینکه بخواد هزینه براتون داشته باشه البته اگر مسلط هستید میگم باید تمامی این موارد رو شما در کنار هم قرار بدید تمامی این تکنیک ها و نکته های گفته شده در ویدیوهای قبل رو باید در کنار هم قرار بدید تا بتونید یک بافته حرفه داشته باشید خب بچه ها ببینید من دارم در واقع انتهای شاخه رو میبافم همونطور که گفتم از تکنیک پوش میخوام استفاده بکنم نمیخوام از فیکس های دیگه ای که در واقع گفتم استفاده بکنم چون که من بعد از اینکه در واقع این ویدیو رو بگیرم و تمام بشه این باف رو باز میکنم سریعا بچه یه مورد دیگه یه تکنیک دیگه هم بهتون بگم شما میتونید برای در واقع فیکس انتهای این شاخه از موی همرنگ مشتری هم استفاده بکنید و انواع فیکس ها رو روش اجرا بکنید این هم یه تکنیک خیلی خوب میتونه باشه براتون من از تکنیک پوشت هم استفاده میکنم موها رو رول میکنم و برای در واقع این کار من برای این ویدیوی من عالی هستش این روش ببینید بچه ها موها رو رول میکنم خب حالا باید بریم سراغ نصب مهره هامون بچه ها ما برای نصب مهره همونطور که گفتم به نخ و سوزن احتیاج داریم اگر از نخ نامرئی استفاده بکنید که خیلی خیلی بهتر هست به نظر من من بهتون نخ نامرئی رو پیشنهاد میکنم ببینید بچه ها نخم رو باز میکنم بچه اینا نخهای نامرئی هستن نخم رو باز میکنم و در واقع یک گره معمولی میزنم ببینید بچه ها یک گره معمولی زدم و حالا میام از زیر بافتم این سوزن رو رد میکنم بچه حواستون باشه دارم میگم از زیر بافتم این سوزن رو رد میکنم حالا میام از روی شاخه بافتم دوباره این سوزن رو رد میکنم از داخل موها بچه ها اینجایی که شما دارید این سوزن رو رد میکنید دیگه محل اولین در واقع محل نصب اولین مهره شما هستش ببینید الان مورباید رو میدازم داخل سوزن ببینید بچه ها از سوزن ردش میکنم و حالا از روی شاخه بافتم سوزن رو دوباره رد میکنم بچه ها شما میتونید با توجه به سلیقه مشتریتون یا فقط سمت راست شاخه بافتتون رو مربارید بزنید یا فقط سمت چپ رو بزنید یا اینکه سمت راست و سمت چپ رو بزنید میتونید پرتر کار بکنید تمامی اینها برمیگرده به اینکه مشتری شما ازتون چی میخواد بچه ها ببینید همونطور که بهتون گفتم اولین جایی که من این مهره رو نصب کردم خب خیلی مهم هست که شما سوزن رو از کجا دارید رد میکنید حواستون باشه من میخوام الان از سمت راست و سمت چپ این مهره رو نصب بکنم حالا میام از زیر شاخه بافت سوزن رو رد میکنم کنم دوستای عزیزم دقیقا همون جایی که میخوام مهرم رو نصب بکنم دقت بکنید به این موضوع و بعد میام مهر رو رد میکنم بچه ها این رنگ مهره که داریم استفاده میکنیم خیلی خیلی میشه گفت شب یلدا پرطرفدار هستش و همه با این رنگ میخوان بافت مروارید بزنن خب بچه ها حالا میام از روی بافت سوزن رو رد میکنم خب دوباره وقتی میخوام از زیر شاخه بافتم رد بکنم باید حواسم باشه که من کجا میخوام اون مهره رو نصب بکنم دقیقا همونجا باید بیام سوزن رو رد بکنم یه نکته دیگه حواستون باشه که چقدر فاصله بین در واقع مهره های یا مرواریداتون هستش بچه ها یکی سیاد نباشه یکیش کم باشه دقت بکنید که بتونید تمیز کار بکنید و در واقع بافته بافت خوشگل داشته باشید خیلی دقت به این حتی میشه گفت موارد کوچیک میتونه تأثیر گذار باشه توی نمونه کارهای شما و لول کاری شما خب ببینید بچه ها از روی شاخه باف رد کردم حالا میرم سراغ در واقع زیر شاخه باف سمت چپ و سوزنم رو رد میکنم دقیقا مثل ویدیو که دارید مشاهده میکنید خب حالا مهرم رد میکنم از سوزن و دوباره از روی شاخه بافت سوزنم رو از داخل مو رد میکنم بچه ها تا انتهای بافت ما باید همین کار رو تکرار بکنیم حالا ما الان داریم با نخ و سوزن در واقع مهرها رو نصب میکنیم شما میتونید با قلاب های سیمی هم این مهرها رو نصب بکنید که توی ویدیوهای قبل بهتون آموزش دادم حتما ببینید از زیده دلم بچه ها یه بار دیگه ازتون میخوام که حتما حتما ویدیو رو حمایت بکنید لایک like و کامنت برامون بذارید و حتما کانال خودتون هم سابسکرایب بکنید خودتون دارید میبینید که سبک آموزش ها در واقع چقدر کامل هستش تمامی نکته ها تمامی تکنیک ها رو بهتون میگیم و در واقع ویدیو ها برای کسانی که به بافت علاقه دارن میتونه خیلی مفید باشه خب دوباره از سمت راست سوزنم رو رد میکنم و مهره رو از داخل سوزن رد میکنم و دوباره از روی شاخه بافتم رد میکنم سوزن رو دوباره میام سمت چپ بچه هواستون باشه نختون رو در واقع کم بر ندارید و قیچی بکنید نختون زیاد باشه چرا که ما باید یک شاخه کامل باف رو در واقع مرواریت نصب کنیم و این فاصله هایی که میندازیم بین مرواریت ها تأثیر داره حواستون باشه که کم بر ندارید نخ رو خب بچه ها من میخوام آخرین مهره رو دیگه نصب بکنم ببینید من یکی سمت راست زدم یکی سمت چپ زدم فاصله بین مربایت ها رعایت شده همطور که بهتون گفتم میتونید همه سمت راست بزنید میتونید پر بزنید اصلا یه شاخر کامل در ویدیوهای بعد میخوام بهتون در واقع بافت کف سری و مربایت رو آموزش بدم حتما ویدیوها رو دنبال بکنید امیدوارم که این ویدیو برای شما از دلم مفید بوده باشه و تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم بچه ها برای فیکس انتهای این بافت شما چند بار این در واقع نخ رو از بین بافت رد میکنید و در انتهای گره ساده میزنید این گره میتونه براتون در واقع ماندگاری بالا داشته باشه اصلا نمیخواد تمرکزتون رو بذارید روی گره های عجیب غریبی که حالا توی خیلی از کانال ها من میبینم که آموزش میدم من با این سبکی که در واقع زدم و بهتون گفتم که گره ساده میتونید بزنید تا سه هفته این بافرتون فرتون ماندگاری داره از دلم همطور که گفتم احتیاجی نیست که تمرکزتون رو بذارید روی اینکه چند دور بخواد نمیدونم دوباره اون نخستوی توی سوزن رد بشه نه اصلا احتیاج به این نیست فقط کافیه که چند بار از بین باف رد بکنید و گله ساده بزنید. دوستان عزیزم خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. خدا نگهدارتون باشه.